در تاجیکستان سطح جنایتکاری افزایش یافته استاده است. دعوت شونده نباشد قوه برق هم نیست. ترکمنستان کمیابی آرد و صادرات انواع نانی. سنزورا در ازبکستان. چطوری که آژانسی اطلاعاتی آسیا پلوس می نویسد، در مجلسی بخشیده به روزی ملی سکی سنه دهمی نویبر تجلیل گردید، امامعلی رحمان در برآمدی خود تصدیق نمود که تولی 10 سال آخیر سطح جنایتکاری در کشور به 1.5 برابر افزایش یافته است. رحمان قید نمود که طبق اطلاع آمار تولی 10 سال آخیر در کشور شماره جنایت ها افزایش یافته است. مثلا اگر در سال 2008 در کشور کم و بیش 12,000 جنایت صادر شده باشد، در سال 2017 نشان دادی مذکور به 22,000 رسید. تنها در 9 ماه سال جاری 17,500 جنایت به قید گرفته شده است. یعنی در طول 10 سال آخر شماره جنایت های به قید گرفته شده قریب 2 برابر افزایش یافته است. قید نمود رحمان. اینچنین او ابراز نمود که شماره جنایت های وزنین و غارتگری، جنایت های با استفاده از سلاح، غیر قانونی نگاه داشتن سلاح، ویران کردن قایده های راه و دیگر نمود جنایت ها تقریبا 2 برابر افزایش یافته است. مشاهدان قید میکنند که مرحله 10 ساله افزایش سطح جنایتکاری با دوره حرکت فعالی رژیم که به بازداشتن جامعه از بیداری اسلامی نگرانده شده بود راست می آید. چاره اندیشی های رژیم در ریشه‌کن کنی همه نمودی ظهورات رعایت نمودن دین اسلام و قدریت های آن نمایان است. همین طور افزایش سطح جنایتکاری این نتیجه سیاست کنونی رژیم می باشد. از 1 اکتبر در تاجیکستان دعوت تیرماهی خدمت حربی در صف قوه های مسلح کشور شروع گردید. عینن همین دوره برای جوانان و آیله آنها وقتی بزابیتگی بود و میموند. قسم زیادی جوانان بنابر واقع داشتن مناسبت بیترتیبی در خدمت حربی نمی خواهند در قشنهای مسلح کشور خدمت کنند. این در نوبت خود کاری کمیسیاریت حربی را برای اجرای وظیفه های خود آیدی بیتمام رسانیدن نقشه از بالا امر شده را دوچند می گرداند. ولی حکومت برای بیتمام رساندن نقشه دعوت شوندگان خدمت حربی همیشه چاره های ایلاوگی داشت. تولی 10 سال است که حکومت برای طلبات اجرای نقشه دعوت شوندگان به خدمت حربی جوانان را از بازارها، کوچه ها و ناحیه های کشور محاصره می نمود. از روی شکایت های والدین و یکچند حادثه های ناخوش حکومت قرار نمود که از گذرانیدن چنین محاصره کنی دست کشد. ولی معمای اجرا نمودن نقشه دعوت شوندگان باقی مانده است. اکنون حکومت محلی ناحیه لخش در شرق تاجیکستان آیدی معمای زیرین حل مخصوص ایجاد نمودند. طبق اطلاع رادیو آزادی با سبب اجرا نشدن نقشه دعوت شدگان به خدمت حربی به یک چند دهه های ناحیه لخش قوه برق را خاموش کردند. ولی 10 روز ما را از قوه برق محروم ساختند. در حکومت ناحیه به ما گفتند تا اینکه یک دعوت شده را به خدمت حربی روی نکنید قوه برق داده نمی شود. گفت به رادیو آزادی ساکن دهه قشاقبه که نخست نامش ذکر گردد. به گفته او چنین حالت در دهه های میدان تیرک و آقصای نیز رخ داده است که در آنجا جوانان دعوت شده خدمت حربی یافت نگردیده است. در مؤسسه قوه برقی ناحیوی تصدیق نمودند که بنابر فرمان مخصوص رئیس حکومت لخش در دهه قشاقبه قوه برق خاموش کرده شد. ساکنان دهه مذکور در گذشته نیز فرزندان خود را به خدمت حربی ارسال نمی کردند. چنین معامله به حکومت ناحیه خوش نآمد. از دیگر جهت گیریم، رئیس ناحیه نماینده پرزیدنت می باشد و ما باید به او اطاعت نماییم. میگوید کارمندی استانسیای قوه برقی ناحیه.
انجام روزی خدمتش بود. سوالی داده تلفن کردی ما گرم داد خدمت کسیم و شاگ هم نخو. سالی سوال داده تلفن ممکن که هم خیلی گفای بیان مرداتونه باره. چطوری که آژانس اطلاعاتی خرونیک ترکمنستان از سنه 12 نوامبر اطلاع میدهد در شهر و نواحی های مرا کارمندان پلیس چطور به میان آمدن مهمانداری ها را که در توی ها خدایی ها و صدقه ها داده می شود تفتیش می نمایند. طعامی اساسی در چنین معرکه ها داغرمه است. نان های ریزه کرده، گوشت و پیاز بوده با گوشتابه ریخته شده می باشد. اینچنین به دسترخوان مقدار زیادی نان تقدیم کرده می شود. طبق گفته منبع خرونیک ترکمنستان وقتهای آخر کارمندان پلیس شهر مرا رغبت دارند که بفهمند در اثنای کمچینی آرد شهروندان آرد را از کجا دسترس می نمایند. دهنشینی که نخست از نامش افشا گردد به خبرنگاران می گوید من صدقه دادم، اینها باشد آمده مرا در نزد مردم به پرسش قرار دادند و گویا سببی کمچین بودن آرد در کشور شده استاده من عبدال می باشم. قید نمودن ضرور است که کمچینی آرد و نان در ترکمنستان تا دو سال آخر نمایان می باشد. با کمچینی آرد در کشور نگاه نکرده وسایت اخباری عامه‌ای به حکومت تابع بوده اطلاع می دهد که استحصال کنندگان شخصی محصولات های نان می خواهند محصولات های نانی را به خارج صادرات نمایند. چطوری که شبکه آلتین اسیر اطلاع می دهد استحصال کنندگان محصولات نانی ولایت دشاگوز که جهازهای اروپایی در اختیار خود دارند محصولات های نانی را برای صادرات استحصال می کنند. بیجز بگن بسیزن کنو ستودی است. یک چند روز قبل برنده شبکه ازبکستان 24 در صحبت با خبرنگاری سامانه کن نقطه اوز آید فعالیت شبکه دولتی نقل نمود که این در حقیقت بیانات فاش کننده وجود داشتن سنزور در ازبکستان می باشد. خصوصا او بعضی نکته ها را پیگیری نمود. افسوس که ازبکستان تلویزیون است ده حاضر هم حاضر سنزور کچلی. متاسفانه امروز در تلویزیون ازبکستان سنزور سخت موجود است. ما با سیستم کهنه کارو فعالیت میکنیم. چیزی را دیگرگون کردن مشکل می باشد. ولی از ما طلب می کنند که کار را با زودی و فوراً بجا آوریم و در این اثنا موادهای تیار شده را یک چند کس تفتیش می نماید. ولی اگر تفتیش کنندگان با چیزی مشغول شوند موادها اهمیت خود را گم می کند. ما در خصوصی آزادی سخن حرف می زنیم ولی سنزور تا حال وجود دارد. مثلا ما اکثر وقت با مبلغ گذاران گزارش تیار می کنیم. وقتی که مبلغ گذاران آیدی مشکلی های روبرو شده اشان نقل میکنند برای حل این مشکلی ها کمک میپرسند. ما گفته های آنها را در متن با تغییرات ترجمه کرده آواز میدهیم. در نتیجه در ازبکستان تغییرات های بزرگ گذرانیده میشود. من به این خیلی شاد هستم. آیا این دروغ نیست؟ فکر میکنید که انسان ها آن را نمیدونند؟ انسان ها اینترنت و دیگر منابع را پیگیری مینمایند. آنها خوب می دانند که ما دروغ می گویم و از بالای شبکه خنده می کنند. سیز اوش بو انترویو ایزدن که سیزگه اینن اشخانه اینگزده سلبی مناسبت بود. با سوالی آیا شما پس از چنین بیانات فاش کننده نمی ترسید که از وظیفه سبک دوش می شود؟ او گفت اوش کس بنا سیوگن فیدایی صفت ده من بنا سدن قرق می من. همچون انسان همچون خبرنگاری که به کسب خود صادق است نمی ترسم برای گفته هایم از وظیفه سبکدوش گردم. زیرا بهتر است که از وظیفه سبکدوش گردم و نمی خواهم به عذاب وجدان گرفتار شده تا آخر عمرم در نزد تماشابینان گناهکار شوم. ازبکستان ریسپوبلیکس پریزیدنت تماندن رسمی قسمیات قبول کلش مراسمونو اتگزمز. محترم شوکت مرامانوشنی قسمیات قبول کلش اچون منبرگه تکلیف یتشگه اجازت برگیسیزلر. باید قید نمود که پس از به قدرت آمدن میرزیایف در سال 2016 تا به امروز وضعیت در ساحه حقوق انسان و آزادی سخن چیزی تغییر نیافته است. بزنم چون خلق نالداشم از کره
qachongacha bu bunday holat davom etishi kerak degan savol meni qiynaydi.